قرصای شادیاور از چی ساخته شدن و چطور میشه آمار مرگ ناشی از مصرف قرصای اکستازی رو به صفر برسونیم؟ همینطور تو این برنامه چرا بیشترین آمار سرطان مری در جهان در استان گلستان ایران هست؟ آیا این درسته که موقع خون دماغ سرمون رو عقب نگه داریم؟ چطور میتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم و چطور میتونیم به بهترین خودمون تبدیل بشیم؟ 10 تکنیک برای افزایش قدرت تحمل و تاب‌آوری. باورتون میشه بالاترین آمار ابتلای به سرطان مری تو کل دنیا در ایران و در استان گلستان باشه؟ من بار اول شنیدم واقعا باور نکردم. یک تیمی از محققین ایرانی با سرپرستی دکتر رضا ملکزاده و البته همکاری دو مؤسسه معتبر جهانی در این زمینه تحقیق کردند و به نتایجی هم رسیدن. این تیم طی 10 سال روی 50,000 نفر از اهالی استان گلستان تحقیق کردند و به 6 عامل اساسی رسیدند. گفتگویی داریم با دکتر مهدی شیخ، محقق پژوهشکده کبد و گوارش علوم پزشکی تهران و نویسنده اصلی این مقاله. آقای دکتر، کمی در رابطه با شیوه تحقیقتون برامون بگین. از حدود 50 سال قبل پژوهشگرا به این نکته پی برده بودن که متاسفانه سرطان مری در این منطقه بسیار شایع هستش، تا اینکه در اوایل سال 2000 میلادی اومدن 50,000 نفر از افرادی که ساکن اون منطقه بودن رو ازشون دعوت به همکاری کردن. 326 تا روستا و شهرهای بزرگ استان گلستان رو بررسی کردن. در این مطالعه سعی شد که عوامل خطر سرطان‌های مری رو بیان و اندازه‌گیری کنن، به جای اینکه فقط بر روی پاسخ پرسشنامه ها متمرکز بشن و بیان اندازه‌گیری کنن. و همینطور وقتی ما میگیم مثلا مصرف تریاک، مصرف مواد مخدر، مصرف سیگار، برای افراد یک تست ادراری هم داده شد برای یک گروه از افراد که بیان ببینن که چقدر این پرسشنامه ها دقیق سنجیده شد و نشون داد که پرسشنامه ها و جوابی که افراد دادن بسیار دقیق بود و ما موفق شدیم که برای بیش از 10 سال، 10 تا 15 سال این افراد رو فالو بکنیم، این افراد رو پیگیری بکنیم. بعد وقتی که متاسفانه حدود 317 نفر در طی این دوران فالوآپ یا این دوران پیگیری سرطان مری گرفتن، ما رسیدیم به 6 تا عامل. یکی از اون عوامل مصرف تریاک و مصرف مواد مخدر بود که متاسفانه توی مطالعه حدود 17% افراد اوپیوم مصرف میکردن و نشون داد که مصرف اوپیوم به صورت کاملا معنادار ریسک و خطر سرطان مری رو زیاد میکنه. عامل دوم مصرف کم میوه و سبزیجات بود. عامل سوم مصرف آب غیر لوله کشی بودش که متاسفانه افراد اون موقع دسترسی زیادی نداشتن به آب لوله کشی که خیلی بهتر شد الان اوضاع. عامل چهارم استفاده از سوختهای فسیلی و بیوزیستی بودش در فضای بسته داخل خونه. عامل پنجم بهداشت ضعیف و نامناسب دهان و دندان بودش که و عامل ششم استفاده از چای داغ به میزان زیاد در اون استان بود. این 6 عامل رای دکتر همه رو با هم در نظر گرفتین یا اینکه جدا جدا اندازه‌گیری کردین؟ ما متوجه شدیم که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی نمیتونه یک عاملی باشه که باعث ایجاد سرطان مری و ریسک بالای سرطان مری اون منطقه بشه و ترکیبی از این عوامل هستش که سرطان مری رو در اون منطقه زیاد میکنه. 20% افرادی که بیشترین مواجهه با این عوامل رو داشتن یا ترکیبی از این عوامل رو داشتن، ریسک و خطر سرطان مری 7 برابر بود تو این افراد. این 6 عاملی که شما معرفی کردین تا اندازه قابل پیشگیری هستن. آیا میتونیم بگیم با آموزش صحیح و بالا بردن کیفیت زندگی تا اندازه از بروز سرطان مری جلوگیری کنیم؟ مسئله مهم همین هستش. همه این تحقیقاتی که ما انجام دادیم یک پیامد خیلی مهم داشت و اون این هستش که همه این 6 عاملی که ما شناختیم قابل پیشگیری هستن و ما بررسی که کردیم نشون میده 75% سرطان‌های مری توی این منطقه میتونه به خاطر مواجهه با این عوامل باشه. یعنی اگه ما بیایم و پیشگیری بکنیم و بیایم آموزش بدیم، همشون قابل پیشگیری هستن، میتونیم تا حدود زیادی سرطان مری و بار سرطان مری توی این منطقه رو کاهش بدیم. و مسئله که این رو تاکید میکنه این هستش که ما وقتی بیایم آمار 50 ساله سرطان مری در منطقه رو در نظر بگیریم، میبینیم که اعداد
و ارقام سرطان مری به نصف رسیده. و این مسئله تاکید میکنه تنها در ایران، در چینی که خیلی آمار بالایی داشت همین منطقه این مسئله اتفاق افتاده. و اون به خاطر این هستش که بسیار از این عوامل خطر مثل نوشیدن آب غیر بهداشتی، مثل استفاده از سوخت‌های بیوزیستی و عوامل دیگه رو به کاهش هستش. آقای دکتر، منظورتون از چای داغ چیه؟ چون من خودم خیلی چای داغ میخورم. چای بیشتر از 60 درجه وقتی که باشه میتونه ریسک سرطان معده افزایش پیدا کنه. چایی که خیلی داغ هستش به میزان زیادی مصرف میشه باعث سوختن و یا حرارت، آسیب حرارتی مداوم به معده میشه و این آسیب حرارتی مداوم باعث میشه که سعی میکنه بافت معده دوباره خودشو ترمیم کنه و این ترمیم های متعدد یهو میتونه باعث ایجاد یک سری موتاسیون ها بشه و که میتونه منجر به سرطان بشه. بنابراین ما وقتی که میگیم چای داغ منظور اون حرارت بالا هستش، چای هستش که دهن رو میسوزونه وقتی که استفاده میکنه. سعی میکنیم که به افراد آموزش بدیم که بذارن یکم چایشون به قهوهشون خنک بشه بعد استفاده بکنن. یکی از ریسک فاکتورهایی که معرفی کردیم مربوط به سوختهای فسیلی بود، منظورتون چیه؟ ما اومدیم بررسی کردیم و دیدیم افرادی که از نفت سفید و همینطور افرادی که از هیزم و کودهای حیوانی برای حرارت خونه و برای پخت و پز استفاده میکنن، این افراد ریسک بالای سرطان مری دارن. افرادی که از دودکش استفاده میکردن یا تهویه مناسبی داشتن این ریسک رو توشون نمیبینید، توشون خیلی بالا نمیره. بنابراین یک پیام مهمی که ما میخوایم به افراد بدیم این هستش که اگر امکان داره که از این سوخت‌ها استفاده نکنن، بیان از گاز طبیعی یا حالا الکتریسیته استفاده بکنن. اگر امکانش نیست برای استفاده از این سوخت‌ها دودکش استفاده کنه، بخاری هایی که به دودکش وصل هستش برای اینکه محیط داخل خونه محیط آلوده ای نشه. آیا اگر سرطان مری در مراحل اولیه تشخیص داده بشه قابل درمان هست؟ نه فقط سرطان مری، همه سرطان ها اگر ما بتونیم زود تشخیص بدیم قابل درمان هستش. و نکته مهمتر این هستش که قابل پیشگیری هم هست. سرطان مری سرطانی هستش که خیلی دیر علائم میده و وقتی که علائم داشته باشه فرد یعنی مراحل دیررس سرطان هستش. بنابراین خیلی مهم هستش که غربالگری رو انجام بدیم به اضافه اینکه افراد مراجعه بکنن زودتر. برای اینها کار میشه انجام داد. این سرطان قابل درمان هستش در مراحل اولیه. افرادی رو ما تحت بررسی قرار میدیم و بهشون توصیه میکنیم که مراجعه بکنن که خب مواجهه با این عوامل رو داشته باشن، تو منطقه پر خطر باشن و همچنین سابقه فامیلی داشته باشن که این مسائل بسیار مهم هستش. شما به عنوان یه محقق دلتون میخواد گام بعدی که در این زمینه برداشته بشه چی باشه؟ گام بعدی که حالا همزمان که همکاران ما دارن در اون منطقه برمیدارن این هستش که بیان غربالگری بکنن و تشخیص سریع داده بشه برای آدم ها و داریم سعی میکنیم که روش های غربالگری بسیار ساده تر رو بر مردم انجام بدیم که انشالله بار این سرطان در دنیا، در ایران و در اون منطقه پرخطر خیلی کمتر بشه. خیلی ممنون آقای دکتر. دو تا نوجوان 16 ساله امتحانات آخر ترمشون رو داده بودن. می‌خواستن جشن بگیرن. میرن قرص شادیاور اکستازی میگیرن و میخورن و میرن مهمونی. فردا صبح یکیشون از خواب بیدار میشه، میبینه دوستش دیشب تو خواب مرده، چون بدنش به قرص واکنش نشون داده. مشابه این داستان غم‌انگیز در همه جای دنیا از جمله در ایران اتفاق میفته. مصرف MDMA یا قرص‌های شادی‌آور بین جوونا و نوجوونا خیلی رواج داره، اما چرا در بعضی از موارد باعث مرگ میشه؟ علتش اینه که این قرص‌ها زیر نظر متخصصین داروساز و در لابراتوری‌های آزمایشگاه‌های درست تولید نمی‌شن، بلکه تو آشپزخانه‌های زیرزمینی توسط افرادی که صلاحیت ندارن و معلوم نیست از چه موادی استفاده می‌کنن ساخته میشه که متأسفانه گاهی باعث مرگ میشه. اما یه خبر خوب، شهر کوچیکی در سوئیس هست که تونسته آمار مرگ ناشی از مصرف اکستازی رو به صفر برسونه. چطور؟ نازنین معتمدی به این شهر سفر کرد. خیلی ها با رقصیدن با هم شاد میشن، بعضی ها تنهایی با خودشون کیف میکنن، یه عده ای دور همی صفا میکنن، بعضی ها بدون موسیقی هم حتی این بالا هان،
اما یه گروهی هم با قرصای شادی‌آور میدن اون بالا. خوشمون بیاد یا نه، قرصای اکستاسی یا MDMA واقعیت بعضی از مهمونی‌های امروزه. مرزم نمیشناسه. ماجرا توی ایران، انگلیس و سوئیس عین همه. قرص شادی‌آور تو همه کشورها غیر قانونیه، اما در این حال در دسترس و قابل تهیه. اما توی سوئیس یه تفاوت خیلی مهم وجود داره. برخلاف ایران و انگلیس، اینجا سالهاست که کسی به خاطر مصرف اکستاسی جونش رو از دست نداده. چرا؟ اومدم به شهر زوریخ که جواب این سوال رو پیدا کنم. اینجا مردم دارن خودشون رو آماده میکنن برای بزن و برقص و تکنوپارتی امشب. امشب اینجا قراره 1,000,000 نفر جمع بشن تو این جشن بزرگی که داره در سوئیس به عنوان فستیوال خیابونی برگزار میشه. بین 100 تا غرفه‌ای که اینجا وجود داره، این غرفه جاییه که توش افرادی که میخوان اکستاسی مصرف کنن قرصشون رو میارن تا ببینن غیر از MDMA آیا مواد شیمیایی خطرناک دیگه هم تو قرصشون هست یا نه. خیلی وقتا برای بالا بردن وزن قرص موادی بهش میزنن که خیلی خطرناکه. اینجا ترکیبات ماده محرک رو به مصرف کننده میگن و براش دقیقاً توضیح میدن که مصرف این ماده چه پیامدهایی داره که اون بتونه تصمیم آگاهانه تری بگیره. MDMA یا کریستال یه ماده محرک توهمزاه، هم به صورت قرص فروخته میشه هم به صورت پودر. اکستاسی فرد رو شادتر، عاطفی‌تر و پرحرف‌تر میکنه. رنگ و عمق تصاویر در نظر فرد بیشتر میشه. تمایل به رقص و تحرک هم همینطور. تحقیقات نشون داده که استفاده طولانی از این قرصا مشکلاتی برای حافظه به وجود میاره و ممکنه منجر به افسردگی و اضطراب بشه. به کلیه، کبد و قلب آسیب میزنه و برای افرادی که فشار خون، آسم و سر دارن بسیار خطرناکه. اینجا توی زوریخ بیشتر از 18 ساله که سازمان تأمین اجتماعی مراکزی رو برای آزمایش مواد مخدر و محرک در نظر گرفته. از یکی از بنیانگذارای این طرح پرسیدم که آیا به نظرتون این طرح تا حالا موفق بوده؟ در دراز مدت ما به قشری از آدم‌ها دسترسی پیدا می‌کنیم که اگر این تست نبود هرگز نمی‌تونستیم باهاشون وارد گفتگو بشیم. کسانی که میرن تو مهمونی و قرص میخورن، سرخوشن و اصلا تو حال و هوای اینکه بشینی راجع به مشکلات و پیامدهای تصمیماشون باشون صحبت کنی نیستن. ولی با آزمایش کردن قرص باهاشون سر صحبت رو در مورد موضوعی باز میکنیم که برای اونها هم جالبه. همزمان اطلاعات مهمی رو در مورد سلامتیشون بهشون میدیم. تا حالا شده یه قرص خیلی خطرناک یا کشنده به دستتون برسه؟ ما هر سال 2000 نمونه آزمایش می‌کنیم، هم در فستیوال‌ها هم روزانه در مرکزمون. همیشه مواد داریم که احتمال مرگ با مصرفش یا قطعیه یا خیلی بالاست. به خاطر کوکائینی که به قرص اضافه می‌کنن یا مواد افزودنی سمی ارزان‌تر دیگه. اخیراً یک سری قرص‌های اکستازی با دوز بالا به بازار اومده که خیلی خطرناکن. اکستازی‌هایی که 300 میلی گرم MDMA توشونه. این دوز MDMA برای سه مرد جوان 75 کیلویی هم زیاده. چرا؟ چون معمولاً برای نشسته شدن 60 تا 80 گرم MDMA لازمه. بسته به وزن فرد داره. بذار اینطوری بگم. قرص 120 میلی گرمی حد اکثر دوزی که یه فرد 90 کیلویی میتونه مصرف کنه. اما خیلی از کسانی که قرص مصرف میکنن از 90 کیلوگرم لاغرترن. خیلی از کسایی که میخوان قرصشون رو تست کنن از طریق شبکه‌های اجتماعی از وجود این مرکز خبردار شدن. دفعه سومه که خودم میام اینجا. تازه به رفیقم هم گفتم اینجا مجانی قرص رو تست میکنن. من خودم واردم، نگاه کنم چشمی میفهمم چقدر باید بخورم. ولی اگه اینجا بهم بگن با این قرص اووردوز میکنی، خب نصف یا یه چهارمشو میخورم. برای من جالبه که اصلا اسمتو نمیپرسن. اینجا هر کسی فقط یک شماره است. بعدش باید با مشاور صحبت کنیم. مددکار ازت چند تا سوال میپرسه. مثلا اینکه آیا در حال حاضر ماده مخدر یا محرکی مصرف میکنی؟ قرصو کی میخوای بخوری؟ و توصیه میکنی که هیچ وقت دو ماده رو با هم مصرف نکنید. بعد مددکار توضیح میده که این تست نمیتونه پیش بینی کنه که بدن شما چطوری به این قرص واکنش نشون میده.
پوست رو به یه داروساز تحویل میدید که ازش عکس میگیره و وزنش میکنه. ازتون میپرسه قرص رو آنلاین خریدین یا تو خیابون و قیمتش رو هم همینطور. معمولاً یک چهارم قرص رو برای نمونه برمیدارن و بقیهش رو همونجا به فرد تحویل میدن. پودرش میکنن. پودر رو در یک محلول ویژه حل میکنند. داخل این لوله های آزمایش میذارن و بعد نمونه رو میذارن در دستگاه سپکترومتر. این دستگاه دقیقاً مشخص میکنه که چه موادی با چه غلظتی توی قرص هست. از کجا بفهمیم که قرص منجر به اووردوز یا بیش مصرفی میشه یا نه؟ باید نسبت وزن قرص به میلیگرم رو به وزن فرد به کیلوگرم حساب کنید. مثلا یه دختر 45 کیلویی هیچ وقت نباید قرصی رو بخوره که دوست پسر 75 کیلوییش میخوره. این دوز ممکن آسیبی به پسر نزنه ولی برای دختر کشنده باشه. برای هر 1 کیلو وزن اگه از 1.5 میلی گرم بیشتر قرص مصرف کنید اووردوز میکنید. چند تاش تو محدوده اووردوزه؟ تقریبا 80% درصدشون. از 7 قرص 5 تاش اووردوز میده. اگه به آمار فستیوال پارسال هم نگاه کنید همینطور بوده. واقعیت اینه. این نتیجه تجزیه یکی از قرصهای MDMA که یه ساعت پیش به این مرکز آوردن. این گراف نشون میده که تو این قرص خاص 257 میلی گرم MDMA وجود داره که در واقع تو رنج اووردوز قرار داره. بعد از اینکه نتیجه آماده شد، یه پزشک نتیجه رو براتون توضیح میده و میگه دقیقاً داخل قرص چیه و با مصرفش چه اتفاقی تو بدنتون میفته. اون وقت تصمیم با شخصه که قرص رو مصرف کنه، چقدرش رو مصرف کنه یا اصلاً بندازه دور. فکر کنم خیلی نکته مثبتی باشه، نکته جالبی باشه، به علت اینکه با علاوه سیفتی خیلی بیشتر کمک میکنه، اطلاعات بهتون میده، میدونین چی داخل اون سابستنسیه که میخواین مصرف کنین، مثلا این خیالتون راحت تره و بهتون آموزش میدن چطوری مصرفش کنین، اگه حالتون بد شد چیکار کنین. اما این طرح بسیار جنجال برانگیز و مخالف کم نداره. همینجا توی سوئیس هم فقط 3 شهر زوریخ، برن و بازل این طرح رو اجرایی کردن. مخالفاتون میگن شما با آموزش مصرف امن مواد جوونا رو تشویق میکنین که برن سمت مصرف این مواد. جواب شما چیه؟ اینطوری نیست. آمارهای سوئیس نشون میده که کسانی که برای اولین بار شروع به مصرف اکستازی میکنن بین 20 تا 22 سالشونه. اما میانگین سنی افرادی که قرصشون رو برای آزمایش به مرکز ما میارن بین 25 تا 27 سالشونه. یعنی قبل از اینکه به ما مراجعه کنن تجربه مصرف مواد رو داشتن. نوجوانها برای چک کردن قرص به مرکز ما نمیان و ما هم تشویقشون نمیکنیم. سیاست ما اینه که خیلی روشن در مورد خطرهای اکستازی حرف بزنیم. وقتی مواد مخدر یا محرک مصرف میکنید همیشه خطر هست. اما این واقعیته که با وجود غیرقانونی بودن مردم اکستازی مصرف میکنن و ما فقط میخوایم اونا سالم بمونن. اما سوئیس نه تنها تونسته آمار مرگ و میر ناشی از مصرف اکستازی رو به صفر برسونه، بلکه تونسته آسیب‌های ناشی از مصرف این قرص توهم‌زا رو به شدت کاهش بده و این موفقیت کمی نیست. آیا از نظر علمی درست است وقت خون دماغ میشیم سر خود به طرف عقب خم کنیم؟ خون دماغ گاهی دلیل خاصی نداره و گاهی هم دلیلش ممکن انحراف تیغه وسط بینی و یا التهاب و تورم بافت بینی به دنبال نفس کشیدن در هوای خشک یا سرماخوردگی یا حساسیت ها باشه. در هر حال وقتی خون دماغ میشیم چه کاری نباید انجام بدیم؟ به هیچ عنوان سر رو به سمت عقب نباید ببریم، برای اینکه باعث میشه که خون از قسمت پشت حلق وارد مجاری تنفسی بشه و همین خودش باعث ایجاد خفگی میشه، به خصوص در کودکان و سالمندان. سوراخ‌های بینی رو به هیچ عنوان نباید با پنبه یا دستمال کاغذی کیپ کنیم و پر کنیم و یا اینکه نباید با دماغگیر بینی رو محکم ببندیم، چون در همه اینها خطر خونریزی اینه که از پشت حلق وارد مجاری تنفسی بشه و یا اینکه وارد مری و معده تهوع و استفراغ میشه. اما وقتی خون دماغ میشیم چه کار کنیم؟ با 2 انگشتمون خیلی ساده قسمت نرم بینی رو میگیریم و سر رو به سمت جلو میاریم.
10 تا 15 دقیقه صبر میکنیم. اگر خونریزی ادامه پیدا کرد به پزشک یا بیمارستان مراجعه میکنیم. چیزی که میخوام بگم اینه، در خونریزی های بینی به هیچ عنوان سر رو به سمت عقب نباید برد. چطوری میتونم به بهترین خودم تبدیل بشم؟ راستی چه کار کنیم تا به بهترین نسخه زندگیمون تبدیل بشیم؟ برای این بهترین شدن رفتیم سراغ خانم لیگی وب، نویسنده کتاب پرفروش تاب‌آوری، تا به ما تکنیک هایی رو تو این کتاب یاد بده. بهترین بهترین بشیم. میخواین خودتون رو بهتر بشناسین؟ اعتماد به نفستون رو بالا ببرین، خودآگاهی و خودباوری رو در خودتون تقویت کنین. در این برنامه بهتون یاد میدم چطور با شناخت از خودتون میتونین توانایی بالقوتون رو بالفعل کنین. بذارین براتون یه داستان بگم، ماجرایی که برای خودم پیش اومده، تجربه‌ای که من در حینش تونستم میزان تاب‌آوری خودم رو بسنجم. 3 سال پیش به طور ناگهانی یه تومور قلبی خیلی نادر در بدنم پیدا شد. اندازه تومور مدام داشت بزرگتر می شد. به محض تشخیص من رو برای عمل قلب باز فرستادن به بیمارستان بریستول. عمل با موفقیت انجام شد. اما واقعا اگه من این 10 تکنیک رو بلد نبودم و ازشون استفاده نمی کردم، امکان نداشت بتونم در اون ماه ها و سال ها با اون شرایط کنار بیام. ولی دونستن این اطلاعات و تکنیک های کاربردی به من کمک کرد تا یکی از بزرگترین بحران های زندگیم رو پشت سر بذارم. اولین تکنیک خودآگاهیه. سقراط یک جمله کوتاه معروف داره که میگه خودت رو بشناس. شناختن نقاط قوت و ضعفتون از شما آدم هوشمندتر و بازذکاوت‌تری می‌سازه. نکته کلیدی اینه که اگر در هر قابلیت مثبتتون زیاده روی کنین، اون قابلیت تبدیل به نقطه ضعف میشه. مثلا یه نفر که مرتب و منظمه، اگه زیاده روی کنه و وسواسی بشه، در مواجهه با کسی که به اندازه خودش کار رو دقیق و سریع انجام نمیده، از کوره در میره و عصبانی میشه. این خودآگاهی و خودشناسی به شما اجازه میده که نقاط مثبتتون رو بشناسین و ازشون استفاده کنین. و حواستون باشه که کی اینها به نقاط ضعف و محدودیت تبدیل میشن. وقتی اشتباه میکنید با خودتون چه رفتاری میکنید؟ خیلی مهمه، چون بعضیا به خودشون خیلی سخت میگیرن. هرگز خودخوری نکنین و خودتون رو برای اشتباهاتتون سرزنش نکنین. در عوض به خودتون بگین که از این اشتباه هم یاد میگیرم و انرژی و وقتتون رو روی آموزش خودتون بگذارید. واقعیت اینه که با ارزشترین چیزایی که تو زندگی یاد میگیریم، درسایی که از اشتباهاتمون میگیریم. 3 تا سوال هست که باید مدام از خودتون بپرسید. آیا خودتون رو دوست دارین؟ به خودتون اعتماد دارین؟ به خودتون ایمان دارین؟ اگه شما خودتون رو دوست نداشته باشین، به خودتون اعتماد و ایمان نداشته باشید، چرا انتظار دارید فرد دیگه شما رو دوست داشته باشه و بهتون اعتماد کنه؟ دوست صمیمی خودتون باشین، چون این اولین گام برای آرامش روان و افزایش تحمل و تاب‌آوریه. آیا شده تا به حال خودتون رو با یکی دیگه مقایسه کنین؟ اشکال مقایسه کردن اینه که همیشه آدم‌هایی با شرایط بهتر یا بدتر از شما وجود دارن و مقایسه کردن 2 احساس رو در آدم به وجود میاره، خودشیفتگی یا ناراحتی. در دنیایی که از شبکه‌های اجتماعی اشتباه شده، خیلی راحت میشه در دام مقایسه مدام زندگی خودمون با زندگی بقیه بیفتیم. به جای مقایسه کردن خودتون با دیگران و توانایی‌های اونها، خودتون رو با نمونه اصلاح شده خودتون مقایسه کنید و بذارین بهترین خودتون الگوتون باشه و اون کسی باشه که از ته دل آرزو می‌کنید جاش باشید. نکته‌ای که باید حواسمون بهش باشه، مرزها و محدودیت‌هایی که برای خودمون می‌ذاریم. اگه مراقب نباشیم، ممکنه به خودمون بگیم که من در فلان کار خوب نیستم یا بهمانکار رو نمیتونم انجام بدم. ولی تجربه به من ثابت کرده که انسان‌ها قادرن کارهای باور نکردنی بکنن. فقط باید ذهنمون رو باز و پویا نگه داریم.
50 سال پیش الوین تافلر کتابی نوشت به نام شوک آینده. اون در این کتاب در مورد دنیای صحبت کرده بود که مدام در حال تحوله. تافلر میگه بی سوادان قرن 21 افرادی نیستن که نمیتونن بخونن و بنویسن، بلکه کسانی هستن که نمیتونن بیاموزن، آموخته های کهنه رو دور بریزن و دوباره بیاموزن. اگه ما با یه ذهن بسته باور داشته باشیم که هرچی امروز میدونیم عیناً در آینده هم کاربرد داره و مفیده، ممکنه به زودی مایوس بشیم. از خودتون بپرسین آیا بهترین دوست خودتون هستین؟ آیا با خودتون همونطوری رفتار میکنین که با دوست صمیمیتون رفتار میکنین؟ این مسئله در پرورش، تقویت روانی و افزایش تاب‌آوری و اعتماد به نفس خیلی مهمه. ایجاد اعتماد به نفس بسیار مهمه و برای این کار باید خودآگاهیتون رو بیشتر بکنین. از هر فرصتی استفاده کنین تا خودتون رو تجزیه تحلیل کنین. ذهن خودتون رو برای شنیدن اون چه دیگران در مورد شما فکر میکنن باز بگذارید. به خودتون ایمان داشته باشید و بدونید که شما گاهی اشتباه میکنید، ولی تمام اون اشتباه ها برای شما فرصتی مهیا میکنه که در مورد خودتون بیشتر یاد بگیرید و بفهمید از چه راه هایی میتونید پیشرفت کنید. این تمرین برای خودشناسی خیلی مفیده. سه نقطه قوتتون رو انتخاب کنید. اگه در این سه زیاده روی کنید، تبدیل به نقطه ضعف میشن. حالا این نقاط ضعف رو مشخص کنید. از سه نفر یا افراد فامیل یا همکار یا دوست بپرسین اونا فکر میکنن نقاط مثبت و منفی شما چیه. حالا 5 کلمه رو انتخاب کنید که دوست دارید دیگران اونطوری شما رو توصیف کنن. یه برنامه دقیق بریزید که هر روز چه قدمی باید بردارین که به اون 5 صفتی که از ته دل میخواین نزدیکتر بشین. به صفحه فیسبوک ما سر بزنین، facebook.com/bbcpersiantv. همینطور تو اینستاگرام و تلگرام هم ما رو دنبال کنین با هشتگ 37 درجه. راستی یادتون نره ایمیل 37@bbc.co.uk. تا برنامه بعد، دلتون شاد، لبتان خند.